رضا به خواهر دوستش مینو علاقه داره، اما پدر مینو پسر دیگه ای رو برای دخترش در نظر گرفته. مینو بعد از اعتراض جوان دیگه ای به اسم هوشنگ رو به عنوان نامزدش معرفی میکنه. هوشنگ به رضا کمک میکنه که بر علاقه خودش پافشاری کنه تا پدر مینو رو راضی کنه. بخشایی از فیلم ماحصل رو با هم تماشا میکنیم. قد چنگیز دوستش داره. بیا از خاندهی بپرس. مگه نه خاندهی؟ خدا میدونه چقدر دوستش داره. تا حالا حس نکردی؟ چنگیز؟ دیشب چی بهت میگفتم؟ اش بگو. بهت نگفتم دوستش دارم؟ من عاشقشم خان بابا. آخه چطور میخوایی زندگی کنی؟ با چی؟ تو چرا میگی نه؟ چرا؟ من دلم میسوزه. واسه تو، واسه خودم، واسه رضا. چرا؟ نمیدونم. داره یه طوری میشه. رضا نیمی بچه هست، یه خورده سر کنی جلوی این خاندایی. بعد من حرفی ندارم. بذارین یه خورده من فکر بکنم. ما اول عروسی میکنیم بعد فکر میکنیم. من نمیسارم. یعنی؟ حسین من به اینا کاری ندارم، اما خودم خیلی دلم میخواد بدونم تو چرا مخالفت میکنی؟ خاندایی، اگه به تو بگم تو نمیفهمی. تو پدر نیستی. ممکنه من پدر نباشم حسین، اما عاطفه پدری رو دقیقا دارم، به خصوص در مورد رضا. این یه حواسه، هوه، یه آنه، شرقه است، دوام نداره. اونا نمیفهمن، به خودشون صدمه میزنن، خودشون اذیت میکنن، اونا از هم بدشون میاد. از وقتی زبون وا کردن به هم بدبیا گفتن و هدای همه در بودن، اونا فقط دارن به من لج میکنن. من دوست دارم خان بابا، تو رو خدا به من نگو نه. من میخوام با رضایت تو عروسی کنم، یه چیز دیگم ازت نمیخوام. دلم داره میتره که خوام بابا، تو رو خدا به ما نگو نه. من دارم برمیگردم تهران. اقلم پاشیم بریم ویلای خودمون. خاندایی و بانورم میفرستم همونجا، همونجا کنیم. قصاص، فیلم با بازی پوری بنایی، گوگوش و ناصر ملک مطیعی، داستان دوستی مظفر و قاسمه که به خاطر دختر یه تارزن به نام توبا به هم میخوره. مظفر که قبل از این توی یه رقابت عشقی دیگه با قاسم به خاطر لعیا همسر امروز قاسم منصرف شده بود، تصمیم به ازدواج با توبا میگیره، اما حوادثی در پی این اتفاق رخ میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دکتر کسالتی داره؟ واسه بچه دار شدن دوا درمون میکنه. خدایا مراد همه رو بده. آمین. کجا؟ من میرم رخچرکاتونو بشورم. تا
تو چرا زحمت میکشی؟ زحمت؟ نفرمایی. فیلم سینمایی همسفر که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که رئیس شرکتی عاطفه رو اقفال کرده اما حاضر نیست با اون ازدواج کنه. مراسم ازدواج عاطفه با جوونی دیگه هم به هم میخوره و اون که اختلال حواس پیدا کرده تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. بخشایی از فیلم همسفر رو با هم تماشا میکنیم. یارو خیال کرده ما با هم. آره برای خیال تخت باشه، ما چشمون فقط دنبال هفت داده زرد باز. بیا بیا خواهد واخ عجب مست شدی. بیا دیگه من آن دست رو لیز نخوری. لاغ 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 عجب چشمی داره بسن. خدایا ما رو وست بسن شیطون نچه قدر دیگه. بخواب دیگه، اونم تنت کن که نچه ای ما هم این پتو بستمونه. یه شب هم فقیر رو نمیخواب. ببین فقرا چی میکشن. آخه این چه حالی دارم خدایا، این حال ما نگی. علی بیداری؟ مثل این که آره. میخوای بخوابی؟ ما رو هوایی نکن مرگ مادره. یه چیزی ازت بپرسم، راستشو میگی؟ بپرس رو من بپرس. به چی فکر میکنی؟ راستشو بخوایی فکر میکنم این چند ساعت کی تموم میشه تو رو تحویل بدم و برم سی خودم. تو زن داری؟ بابا زنمون کجا بود؟ نامزد داری؟ رفتم سربازی بر هیچی جز یه ننه و یه خونه گرویی. یعنی تو حالا عاشق نشدی؟ نه بابا، نه قربونت. میگی بخواب عشق کدومه؟ انگولکمون نکن، نه تو یاد اون چیزایی که نداریم بیافتیم. مصبت و چوش هر چی خورده بودیم پریز. ما کجایی؟ تو کجایی بابا؟ گور پدرت دایی می چاشی واسه ما پختی؟ حشمت کارخونه همسرش رو که بیماری قلبی داره اداره میکنه و از تصمیم همسرش که بعد از مرگ اموالش به خواهرش فرشته برسه ناراحته. حشمت قصد داره به فرشته هتک حرمت کنه و در نهایت اونو از میون برداره، اما در نهایت متنبه شده و قصد خودکشی داره. بخشایی از فیلم آسمون بی ستاره رو با هم تماشا میکنیم. چرا نذاشتی اون روز من بمیرم؟ چرا نذاشتی از این دنیا راحت بشم؟ من نباید این همه به شما صدمه بزنم. حق ندارم اینقدر ناراحتتون کنم. به خدا مرگ برای من عروسی. این حرفا چیه خواهر؟ تو چه آزاری به ما دادی؟ همین امشب پس چی بود؟ کاش اون روز مرده بودم، مرده بودم. گریه نکن، خواهش میکنم گریه نکن. من نمیتونم اشکای تو رو ببینم. همه این ناراحتی ها به خاطر اون مرده، اون کسی که اسمشو شوهر تو گذاشته. اقلا اگه پیداش میشد شاید خیلی از ناراحتی ها از بین میرفت. این بدبختی ها به خاطر اونه. راست میگی، خدا اون کسی که باعث شد من اینطور در به در و سر بار دیگرون بشم نابود کنه. من نمیتونم گریهشو ببینم. آبجی اینقدر خودتو ناراحت نکن. خدا فیلم سینمایی گدایان تهران که تو سال 1345 ساخته شده، راجب پیرزن گلفروشیه که از کودکی دخترش رو برای تحصیل به شهر دیگه‌ای فرستاده. اون همیشه وانمود کرده که دخترک از خانواده مرفه و ثروتمندیه. دختر خبر میده که با نامزدش که اون از یه خانواده متموله قصد سفر به تهران رو داره. پیرزن با کمک آشنایان و نزدیکان شرایطی رو ایجاد میکنه که بتونه واقعیت رو پنهان کنه، اما در نهایت حقیقت آشکار میشه. بخشایی از فیلم گدایان تهران رو با هم تماشا میکنیم. پس چرا مهمون رو نایمدن؟ من که اتفاقی افتاده. نسیم دخترم، اگه بنا باشه، یعنی اگه اتفاقی بیفته،
از مادرت متنفر میشی؟ مادر این حرف رو نزن. بیا مادر، دیگه همه چیز تموم شد. نمیفهمم همه چیز تموم شد چه معنی؟ اجازه میدین چند دقیقه با شما اینجا صحبت کنم؟ یا خواهش دارم، بفرمایید. من اطمینان دارم که شما میدونید من در دنیا هیچ سعادتی رو بالاتر از خوشبختی دخترم نمیدونم. نسیم پسر شما رو دوست داره بیش از اندازه. من میدونم که پسر شما هم نسیم رو دوست داره. از وقتی که نسیم به دنیا اومده فقط به خاطر یک چیز زنده، آیندهش. وقتی که دخترم نوشت مرد دلخواهش رو پیدا کرده، حس کردم که خوشبخت‌ترین مادرای دنیا هستم.